تلاش ها برای ایجاد ساحه جدید جنگی در ولایت بدخشان، برقراری روابط میان طالبان قطر و شبکه حقانی، با کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن در اثر انفجار در ایالت سند پاکستان. برام خدا و با عرض سلام، امروز جمعه 10 دلو سال 1393 هجری شمسی که برابر می شود به 3 جنوری سال 2015 میلادی. شما بیننده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان تا این ساعت از کابل نیوز هستید. طالبان در 5 ولسوالی ولایت بدخشان حضور پررنگ دارند. مسئولان محلی ولایت بدخشان و نمایندگان این ولایت در شورای ملی میگویند که نیروهای کافی امنیتی در ولایت بدخشان حضور ندارند و تلاش های تازه نیز آغاز شده است تا جنگجویان مسلح از مسیر شرق کشور وارد بدخشان شوند و از آنجا ساحه جنگی را در سرحد با کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کنند. نمایندگان بدخشان در شورای ملی هشدار می‌دهند با توجه به تهدیدات مخالفان مسلح، اگر نیروهای کافی به این ولایت فرستاده نشوند، این 5 ولسوالی سقوط خواهند کرد. جنگ در بدخشان از ولسوالی وردوج آغاز گردید. از 2 سال به این سو دامنه آن به سوحات مختلف این ولایت وسعت پیدا کرد. حال طالبان اکثریت مناطق ولسوالی های وردوج، تگاب و خوستک را در دست دارند. اما تهدید و نگرانی بیشتر از این. نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه می گویند نیروهای کافی امنیتی در بدخشان حضور ندارند و حضور پررنگ مخالفان مسلح و افراد وابسته به گروه های افراطی خارجی در این ولایت دیده می شوند. آنان هشدار می دهند که اگر در آینده نزدیک نیروهای کافی امنیتی به این ولایت فرستاده نشوند، ولسوالی های وردوج، جرم، یمگان، راغستان و خوستک این ولایت سقوط خواهند کرد. امسال خطر سقوط بیشتری از ولسوالی های بدخشان می روه. نیروهای امنیتی کم است، امکانات ضعیف است، اکمال پلیس و کسایی که در بدخشان هستن بسیار محدود است. بدخشان توجه فرامنطقه‌ای هم داره، یعنی تنها بحث کشورهای منطقه نیست که همیشه گفتیم. ما نگران هستیم خدای نخواسته اگر وضعیت به منوال باشه، ولسوالی های سرحدی و کلیدی ما و دست دشمن سقوط نکنه. کاملا هویداست که نیروی کافی در بدخشان وجود ندارد. نمایندگان ولایت بدخشان در شورای ملی میگویند در کنار تهدید طالبان، تلاش های تازه آغاز شده است تا جنگجویان مسلح از مسیر شرق کشور وارد بدخشان شوند و از آنجا ساحه جنگی را در سرحد با کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کنند. تنها اونجا دستی القاعده و تروریست بازم میگم کشورهای منطقه نیست، یعنی خود آمریکایان به خاطر اهداف دراز مدتشان اونجا زیاد امنیت نمیخوان. مسئولان محلی بدخشان میگویند با تناسب وسعت خاک بدخشان نیروهای امنیتی در این ولایت حضور و شمار نیروهای افغان کمتر است و با پایان فصل سرما وضعیت امنیتی در این ولایت نگران کننده میباشد. تعدیدات نگران کننده است. نیروهای امنیتی که در بدخشان وجود داره به تناسب وسعت خاک بدخشان کم است. ما امیدوار هستیم که حکومت به خواست ما توجه کنند و یک لیوار اگر تشکیل دادن میتونن به شکل خدمتی در بدخشان خواست ما توجه کنند. اعضای شورای ملی و مسئولان محلی بدخشان هشدار می‌دهند با توجه به تهدیدات مخالفان مسلح و آغاز فعالیت گروه‌های افراطی تازه، اگر نیروهای کافی امنیتی به این ولایت فرستاده نشوند، دامنه ناامنی و جنگ در این ولایت گسترده‌تر خواهد شد. زندانیانی که توسط آمریکا به کشور قطر منتقل شدند با شبکه حقانی ارتباط دارند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید که برخی از مسئولان شبکه حقانی با 5 رهبر طالبان که چند پیش از زندان گوانتانامو با یک سرباز آمریکایی تبادله شدند ملاقات کردند. لینسی گراهام می‌گوید که وی نگران بود که یکی از آنها خاک قطر را ترک کرده، اما مقامات قطری به وی اطمینان داده که آنها هنوز در قطر به سر می‌برند. مدت وعده شده حضور این طالبان در قطر 1 سال بود و در ماه جون سال جاری می توانند از قطر خارج و با یکی از گروه های جنگجو یکجا شوند.
یک سناتور جمهوری خواه امریکا می گوید که چند جنگجوی طالبان که چند پیش در اعضای آزادی باو برگدال از زندان گوانتانامو آزاد شده و به قطر منتقل شدند با اعضای شبکه حقانی که مرتبط با القاعده است ارتباط برقرار کردند. روز پنجشنبه پنتاگون اعلام کرد که با قطر درباره این پنج زندانی طالبان آزاد شده از گوانتانامو همکاری داشته و مطمئن است با هر گونه تهدیدی که این پنج زندانی ایجاد کنند برخورد خواهد شد. سناتور لینسی گراهام که اخیراً به قطر سفر کرد میگوید که پیش از این سفر از خروج یکی از این زندانیان از قطر نگران بوده، اما مقامات قطری به وی اطمینان دادند که هر پنج رهبر آزاد شده طالبان همچنان در این کشور هستند. قطر ماه می سال 2014 توانست میانجی توافقی باشد که بر اساس آن باو برگدال سرباز آمریکایی در اسارت طالبان در بدل آزادی پنج طالب از زندان گوانتانامو آزاد شد و این توافق باعث تحسین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از قطر شد. قطر به اوباما متعهد شد که این پنج زندانی را به مدت یک سال تحت نظر دارد و پس از این مدت آنها می توانند خاک قطر را ترک کنند. این توافق تنها برای یک سال است. ما در همین جا و با اطمینان کامل می توانیم بگوییم که این جنگجویان بار دیگر جنگیدن را از سر خواهند گرفت. برخی جنگجویان شبکه حقانی با آنها ملاقات کردند و این پنج جنگجوی طالب با افراد در افغانستان در ارتباط هستند. با این حال گراهام که عضو کمیته نیروهای مسلح مشتان جرگی امریکا است گفت که این پنج نفر همگی در قطر هستند. امریکا در ماه جون سال گذشته ملا فاضل، ملا نورالله نوری، محمد نبی، ملا خیرالله خیرخواه و عبدالحق وسیق پنج تن از سران طالبان را در بدل یکی از زندانیان خود به نام باو برگدال رها کردند. نگران بودم که یکی از آنها خاک کشور قطر را ترک کرده است، اما مقامات قطری به من گفتند که آنها هنوز در قطر هستند. با باور کارشناسان مدت وعده شده این زندانیان رها شده طالبان در قطر یک سال بوده و در ماه جون سال جاری میتوانند از قطر بیرون شوند و طالبان و با طالبان و یا گروه های جدیدی که در حال نفوذ به افغانستان هستند یک جا شوند. ادامه کار سرپرستان در ادارات مهم حکومتی زمینه کارهای غیر قانونی را فراهم میکند. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند اکثریت ادارات مهم کشور هنوز هم از سوی سرپرستان اداره میشوند که در کنار فساد بحران مشروعیت را به وجود آوردند. چند پیش اعضای ولس جرگه تعداد از نامزدان پیشنهادی حکومت را رد و پیش از تکمیل کابینه بر رخصتی های 45 روزه زمستانی رفتند. با پایان هفته آینده مهلت کاری قانونی سرپرستان دور دوم هم به پایان میرسد. بر اساس قانون سرپرستان بیشتر از 45 روز نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. اکثریت نامزد وزیران و نامزد رئیسان پیشنهادی حکومت از سوی ولس جرگه رد شدند و اعضای جرگه هم بدون تکمیل ساختن کابینه بر رخصتی های زمستانی رفتند. با باور کارشناسان مسائل حقوقی عدم معلوم شدن سرنوشت 16 اداره مهم حکومتی در کنار فساد اداری بحران عدم مشروعیت در کشور را ایجاد کرده است. بحران مشروعیت رفع شوه و یعنی خلای را که هر روز سبب می شوانه رئی جمهورم قانون نقص کنه و بالاخره سرپرستا هم وقتی می بینن میادشان معلوم نیست چند روزی دیگر در مو وزارت ها و سمت سرپرست کار خواد کردن طبیعی سونا هم یک مقدار سو استفاده می کنن از موقعیت هایشان. کارشناسان میگویند ولس جرگه مسئولیت خود را در برابر مردم ادا نکرده است و باید آنها برای جلوگیری از این وضعیت بر اساس کار و ظرفیت های موجود برای افراد پیشنهاد شده حکومت رأی اعتماد میدادند. آنان تاکید میکنند رئیس جمهور مجبور است تا سرپرستان جدید را در کار بگمارد که این کار سبب از بین رفتن انگیزه های کاری کارمندان دولتی هم شده است. آقا منصبان چه سرپرست شکل بندی وسپ وظایف کی دی وزارتونو رهبری کی دو دوی هم دوه میاشت مده د ولسی جرګې د مصاحبه په اساس باندې پراتون کې اونې کې پر کېږي د افغانستان ولسمشر مکلف دی مجبور دی چې اوس نور سرپرستان د هغوی په یواز باندې د دغه شپاړس وزارتخانو دپاره معرفي کې ضرورت است اداره بازسازی شوه از بالا تا پایین از پایین تا بالا در مجموع همه افراد مفسد و قانون شکن را که در اداره دولت وجود داره اینا باید از اداره دولت تصفیه شون و به یواز از اینا کادرهای سالم و کارهای را که مطابقت میکنه با مسلکهایشان گماشته شوند.
در حال حاضر 16 وزارت و اکثریت ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شوند و گفته می شود که این وضعیت نه تنها زمینه فساد را مساعد کرده است، بلکه روال عادی حکومت داری را هم با مشکل روبرو ساخته است. اعضای شورای ولایتی 34 ولایت کشور در برابر مصوبه ولسجرگ مبنی بر سلب حق نظارتی از شوراهای ولایتی اعتراض کردند. اعضای شوراهای ولایتی با بستن درهای شوراهای ولایتی 34 ولایت کشور از رئیس جمهور می‌خواهند که با صدور فرمان تقنینی برای آنان حق نظارت از حکومت محلی دوباره داده شود. اعضای شوراهای ولایتی نمایندگان مردم در ولسجرگ را به کمکاری و عدم پرداختن به مسئولیت هایشان متهم می کنند. کمتر از 3 ماه از اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی میگذرد و 2 هفته است که نمایندگان شوراهای ولایتی به مشران و جرگر راه یافته و آغاز به کار کردند. اما اعضای شوراهای ولایتی در برابر تصمیم دوباره ولسی جرگه در رابطه با سلب حق نظارت از حکومت داری محلی به شدت مخالفت کرده و خواهان اعاده این حق به شوراهای ولایتی هستند. اعضای شورای ولایتی برخی ولایت کشور برای درخواست حقشان به کابل آمدند و تاکید دارند که بدون داشتن حق نظارت از حکومت محلی و نظارت بر پروژه های بزرگ ملی، وجود شوراهای ولایتی معنا ندارد و ادامه این وضعیت زمینه فساد گسترده مالی و اداری را در پی خواهد داشت. دا کار موش پا تلک بانگی غندو او دا رئیس جمهور سخه پا دیر دننش بانگی هیلکو، چې سترنج زموږو د پارلمان په مابین کې سترنج بازی ونه کی دا په ډیر درنښت باندې دا هیله کوم چې جناب رئیس صاحب جمهور، جناب رئیس صاحب اجرایه، افغانستان په ډیر حساس شرایطو کې قرار لري، تاسو تر اوسه پر دې نه یاستوانیتلی چې خپل کابینه جوړه کړئ، تاسو په خپل منځي مشکلاتو اختلافاتو باندې اخیسته دا به سسي مشکلات بیا پر موینانو باندې، بیا به په وزارتو کې پر رئیسانو باندې د پیسو سسي مشکلات راپورته کیږي. بعد دنبال بستن دروازه شورای ولایتی زابل در اعتراض و به بندوباری اداره های محلی و امنیتی، حال به شمول کابل اعضای شوراهای ولایتی چندین ولایت کشور در اعتراض به سلب حق نظارتی از سوی ولسی جرگه از آنان درهای این شوراها را بسته و تاکید دارند تا زمانی که این حق آنان دوباره برایشان داده نشود، درهای شوراهای ولایتی همچنان مسدود خواهد بود و آنان حاضر نیستند به این شوراها برگردند. تمام وکلای با عزت شوراهای ولایتی مردم افغانستان با یک اراده قوی، با یک تصمیم قوی متحد هستند تا از حق مردم افغانستان و از حق خودشان صادقانه دفاع بکنند. ما به هیچ نهادی، ما برای حکومت افغانستان از امید پشت از امید تریبیون به نمایندگی از شما ملت بزرگ، از شما وکلای مردم اعلان میکنم از امین جکه و هشدار میدم که هر چی زودتر بر فیصله که مبنی بر رد صلاحیت نظارت از شما وکلای بزرگ ای گرفته شده و سلب شده باید بر پاسخ ما لبیک بگوید. که چیره رئیس جمهور دی موگ غاگ وانو ریدل موگ بعد لوی پکتیا آقا کومه دروازه سیده دا با دی خلق پر مخو تڑو او پر هر ولایت که با طول خلق رازی او دی خل حق نه حقا و خوکو نه با دفاع کهو. ادای اعضای شوراهای ولایتی در رابطه با کمکاری و عدم نظارت دقیق اعضای ولسی جرگه از حکومتداری محلی و پروژه های بزرگ ملی در حالی است که اعضای شورای ملی در هر سال کاری 90 روز را در رخصتی به سر میبرند که به اساس قانون در این مدت باید آنان در کنار گوش دادن به مشکلات موکلینشان از برنامه های انکشافی و حکومتداری در ولایتشان نیز نظارت کنند. در سروی تازه‌ای که از سوی یک نهاد مدنی انجام شده است، بیشترین پاسخ دهندگان نگران وضعیت امنیتی کشور هستند. در سروی تازه‌ای که از سوی نهاد مدنی روند 3 انجام شده و در آن 2571 تن اشتراک داشتند، 43% پاسخ دهندگان آینده حکومت وحدت ملی را مثبت و 31% آنان آینده این حکومت را منفی گفتند، در حالی که 39% امنیت را از اولویت‌های کاری حکومت و 28% پاسخ دهندگان مبارزه با فساد را برای حکومت اولویت تعیین کردند. 53% پاسخ دهندگان این سروی با تعدیل و تغییر نظام جمهوری به صدارتی مخالفت کردند. با گذشت بیشتر از 4 ماه از آغاز کار حکومت جدید، هنوز هم به دلیل عدم کامل شدن کابینه و تشکیلات حکومت‌های محلی، حکومت وحدت ملی در خلای تشکیلاتی به سر می‌برد. و نتایج سروی‌های انجام شده در کشور نیز نشان می‌دهد که انتظارات مردم به نتایج کارکرد حکومت وحدت ملی نیز برای آنان امیدوار کننده نیست.
نهاد مدنی روند 3 با راه اندازی سروی در 20 ولایت کشور از 2571 تن 10 سوال را مطرح کرده است. 985 تن که 39% پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند، امنیت 713 تن که 28% پاسخ دهندگانند، مبارزه با فساد 9% پاسخ دهندگان فراهم کردن زمینه کار و 24% پاسخ دهندگان تطبیق قانون را از اولویت ها برای حکومت این کردند، اما با وجود کمکاری هنوز هم امیدواری ها برای آینده حکومت وحدت ملی بیشتر است. آیا شما خواهان تعدیل نظام ریاستی یعنی ریاست جمهوری و نظام صدارتی هستید؟ دو گزینه بله و نه خیر. در این میان 1181 تن که 47% از سرویشندگان ما میشد جواب بله را انتخاب نمودند، یعنی اینها میخواهند که از نظام ریاستی به طرف نظام صدارتی برویم، و 1349 تن دیگر که 53% از سرویشندگان ما را تشکیل میدهد جواب نه خیر را انتخاب نمودند، اینها نمیخواهند که ما به طرف نظام صدارتی بریم. 1094 نفر دیگر که 43% از سرویشندگان ما را تشکیل میداد آینده حکومت وحدت ملی را مثبت میپندارند، و 788 تن دیگر که 31% از سرویشندگان ما را تشکیل میداد آینده حکومت وحدت ملی را منفی میدانند. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی تکنیکی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات و انتظار دستور رئیس جمهور برای اعلام زمان برگزاری آن خبر میدهد، اما در سروی تازه انجام شده انتظارات از نتایج انتخابات آینده ولسی جرگه به دلایل مختلف امیدوار کننده نیست و اشتراک کنندگان این سروی می خواهند که برای داشتن انتخابات با اعتبار و قابل پذیرش باید این روند به گونه درست مدیریت شود. از 2571 تن 1654 تن که خوشبختانه گفتند بله ما اشتراک میکنیم، اما 910 تن دیگر که 35% از فیصدی این ارقام را نشان میدهد جواب منفی داشتند که نه خیر، ما در انتخاباتی که پیش رو داریم چون به بی‌باوری هایی که با وجود آمده اشتراک نمیکنیم. موجودیت زورمندان 3% از مردم به باور هستند که در انتخابات افغانستان زورمندان رول مهمی را بازی میکنند و یکی از چالش های بزرگ فرارای انتخابات 1394 است. مسئولان نهاد روند 3 هدف از راه اندازی این سروی را جلب توجه حکومت و ضعف ها و انتظارات مردم از کارکرد سران حکومت یاد کرده است و به گفته آنان نتایج این سروی با ارگ ریاست جمهوری و نمایندگی ملل متحد و سازمان های بین المللی نیز در میان گذاشته خواهد شد. خبرنگاران افغان و ژورنالیستانی که در آن سوی خط دیورند فعالیت دارند میگویند پاکستان و افغانستان از مشکلات یکسان رنج میبرند و به گفته آنان باید در برابر آن به گونه مشترک مبارزه صورت گیرد. گروهی از خبرنگاران پاکستانی و منطقه پشتونخوا که برای اشتراک در یک دوره آموزشی به کابل آمدند میگویند افغانها و پاکستانیها با دشمن مشترک روبرواند و برای شکست این دشمن باید مشترکاً مبارزه شود. خبرنگاران دو سوی خط دیورند میگویند از آنچه در بخش مشترکات افغانستان و پاکستان در این دوره آموزشی آموختند تلاش خواهند کرد تا فضای ابهام در روابط میان ملت‌ها را تا حد امکان دور کنند. هیلمن یو چه حق فضا ده توتریخوال فضا حق ده عدم اعتماد فضا ده رسانه و ترمنش ختم شی. زمطمئنیم چه رسانه ده ذهنیت سازی در یو لوی ده غلری بخش او رول او نقش لری. هیلمنیم چه ده مثبت نقش ده دوال و لوریو ده محترم و ژورنالیستان و لخا دیر زیاد منعکس شی او باستاب برکبول سی تر سو پوری چه حق شکوک و شباهات چه در دوه گاوندهی ورور او مسلمان حیوات تر منز ایجاد شوه دا لمنز لار شی. خبرهای خارجی را از انفجار بمب در ایالت سند پاکستان پی میگیریم، اما پیش از آن وقفه کوتاه. بیننده خبرهای جهان از کابل نیوز استید.
در انفجار بمب در داخل مسجد شیعه‌ها در پاکستان نزدیک به 80 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد در زمان تجمع مردم جهت ادای نماز جمعه رخ داده است که در نتیجه آن 25 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان محلی میگویند که انفجار در نتیجه منفجر شدن مواد انفجاری جاسوسی شده در داخل مسجد صورت گرفته است. این انفجار نمازگزاران شیعه را که در حین آماده شدن برای اقامه نماز جمعه در حسینیه کربلا واقع در منطقه لاحکیدار شهر شکارپور بودند مورد هدف قرار داد. مسئولان صحی در این شهر بر رسانه ها گفتند که از این رویداد 20 کشته و بیش از 50 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت انفجار علیه حسینی شیان را بر عهده نگرفته است، اما مقام های پاکستانی جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را مسئول این رویداد می دانند. همزمان با این ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان با انتشار بیانیه این انفجار را به شدت محکوم کرده و به مقام های امنیتی دستور دادند تا چگونگی این رویداد را مشخص و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. تنش‌های فرقه‌ای میان شیعه ها و سنی ها در پاکستان پس از آن بیشتر شد که گروه های سنی مسئولیت هدف قرار دادن مساجد و مردم شیعه را به عهده گرفتند. در هفته های اخیر طالبان پاکستانی مسئولیت انفجار انتحاری بر حسینه شیعان و ترور 3 نفر از افراد شیعه از جمله یک وکیل را در شهر راولپندی به عهده گرفتند. سازمان ناتو حمایتش را از ادامه وضع تحریم‌های اقتصادی در برابر مسکو اعلام کرد. سرمنشی این سازمان که در نخستین کنفرانس خبری سال 2015 سخن می‌گفت، حمایتش را از توافق وزرای خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر پابرجا بودن تحریم‌ها تا ماه سپتامبر اعلام کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنان توافق کردند که در نشست ماه آیندهشان لیست افراد روسیه که در مورد تحریم قرار گرفتند را افزایش می‌دهند. سرمنشی عمومی ناتو حمایت خود را موقف وزرای اتحادیه اروپا مبنی بر پابرجا بودن تحریم‌های اقتصادی در برابر روسیه اعلام کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی در برابر روسیه و منجمد ساختن دارایی‌های شرکت‌های مقام‌های روسی که سال گذشته صورت گرفت تا ماه سپتامبر امسال هم ادامه داشته باشد. آنها همچنان توافق کردند که لیست افرادی که باید بالای آنها تحریم وضع شود در نشستی که در ماه آینده برگزار می‌کنند را اضافه خواهند کرد. Then I think everyone understand that. من فکر می کنم که همه می دونند بهترین جایگزین نظامی وضع تحریم است. هیچ روی حل نظامی نمی تواند بحران را خاتمه دهد. ما این کار را در اوکراین مشاهده کردیم. چیزی که ما ضرورت داریم گفتگوهای صلح‌آمیز که مبنی بر قرارداد مینسک باشد. جنس استنتلبرگ که در نخستین کنفرانس خبری سال 2015 سخن می گفت، وضع تحریم ها را یگانه راه عنوان کرد که روسیه را می تواند در برابر نقض قوانین بین المللی و همچنان استفاده از زور برای تغییر دادن سرحد منصرف کند. در درگیری که از 9 ماه به این سو در اوکراین ادامه دارد، در آن نزدیک به 5000 اوکراینی کشته و بیش از 1 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در اثر دو انفجار در عراق نزدیک به 50 تن کشته و زخمی شدند. این رویدادها صبح روز جمعه در منطقه بابل‌شرق بغداد پایتخت این کشور رخ داده است. انفجار نخست که توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری صورت گرفت، در آن 12 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجارها در ساحه رخ داده است که در آن مارکت‌های مزدحم و همچنان ساختمان‌های دولتی میباشد. اسرائیل میگوید که ایران در عقب حمله حزب الله به این کشور دست داشته است. صدر اعظم اسرائیل که در مراسم یاد بود از آرل شارون صدر اعظم پیشین این کشور سخن میگفت، با ابراز نگرانی از ایران دارای سلاح اتمی گفت که ایران در عقب حمله حزب الله بر اسرائیل دست داشته است. در حمله راکتی در سرحد اسرائیل و لبنان که چهارشنبه گذشته صورت گرفت، دو نظامی اسرائیلی کشته و چندین تن دیگرشان زخم برداشتند. حزب الله لبنان با پذیرفتن مسئولیت این رویداد گفته که این کار را در واکنش به کشته شدن چند مقام این حزب به یک عضو سپاه پاسداران ایران انجام داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل افزوده که تل آویو قطعاً مخالف ایران دارای سلاح اتمی می باشد و تهران تلاش می کند که در نشست گروه 5+1 به توافق اتمی دست یابد.
و در اخیر می توانید این خبرها و بیشتر از این را از طریق انترنت نیز دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما و همچنان یوتیوب بروید، این خبرها را بخوانید و ببینید. آدرس وبسایت ما www.kabulnews.af است. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.